سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی‌زاده هستم. این هفته مسعود بهنود در مرور مطبوعات از مرخصی رهبر ایران از بیمارستان تا پیروزی تیم‌های ورزشی و همینطور آغاز گفتگوهای نیویورک خواهد گفت. اما در ادامه این برنامه، اینجا آخرین سنگر نیروهای پیشمک در مقابل نیروهای دولت اسلامی، یعنی از اینجا چالش‌های گزارشگری در مناطق جنگی در گفتگو با نفیسه کوهنورد. سلام آقای بهنود، هفته ای که گذشت هفته پرخبری بود. سلام. بله، این هفته متنوع بود خبرها. یعنی علاوه بر اینکه در سطح جهانی خبر بود، ولی اول هفته شروع شد با خبر بیرون آمدن آیت الله خامنه ای از بیمارستان و حوادثی که اتفاق افتاد، عکسایی که از ملاقات ها بود، همه نظر اقتصادی، سیاسی، طنز، حتی سوژه بود برای چند روز و هفته، به خصوص شبکه‌های اجتماعی هم تو که دیدین. خب بذارید از مردم سالاری شروع بکنیم، روزنامه اول هفته، ببینیم چی داریم. مردم سالاری از نظرش اهمیت رو داده به جشنواره عروسکی که میدونید خیلی با زحمت و گرفتاری و اینا اومد. دارید میبینید که در خیابان هست جشنواره، اینطور که مردم سالاری گزارش میده با حرفای رسول نجفیان شروع شده، بعد مرضیه برومند که این وسط یه بارم استفاده داد و دوباره اومده شو اینا. از چه استفاده داده؟ از دبیری این جشنواره. بله. به خاطر اینکه اذیت شده بود، ولی بعد بعدم برگشت و تو گزارشم نوشته با وجود همه خستگیش اومده صحبت کرده. خانم کرامتی هم داریم میبینیم، همین جبلی هم داریم میبینیم. به هر حال عکسی است که در مجموع از یه روز شاد یه بخشی از تهران حوالی ولیعصر اونجا خبر میده. سفرم خوب بی آرایش اول هفته کرده. خوبی داده. درسته. بذار اجازه بعدی رو ببینیم. شرق توجهش به ورزش بود. بله. حالا غیر از والیبال که مورد علاقه شماست، در این حال پیروزی سوریان هم اون روز بله. مسئله شد و به درست هم والیبال رو دید که به حال رفت در جمع شش کشور، اون روز مهم بود. بله. بذارید بعدی رو ببینیم. جمهوری اسلامی، ببینید یه موضوعی هست که همینطوری تکرار میشه، دایر بر این که خانم هیلاری کلینتون در کتابش گفته است که داعش رو امریکا درست کرد. بله. که وقتی به کتاب رجوع میکنین که اینطوری نیست. حالا یه موضوع جدیدی هم به وجود اومد. روزنامه جمهوری اسلامی در تیترش نقل کرده که آقای بیکر که وزیر خارجه بود در زمان جورج بوش پدر، میگه اون گفته است که اعتراف کرده است به ایجاد گروه تروریستی داعش توسط آمریکا. در حالی که تو خود متن گزارش روزنامه که میخونین با این تیتر تطبیق نداره. چرا که از قول آقای بیکر به درست نوشته که او گفته که وقتی که حمله کرد آمریکا به عراق، یه سری حوادثی اتفاق افتاد و نتیجهش این شد که داعش بسازد. دقیقا مثل اتفاقی همین الان هست برای این ائتلاف بر ضد داعش. میخوان یه سری گروه های دیگر رو در داخل سوریه بهشون سلاح بدن و تقویت بدن. خدا میدونه پس فردا اینا دیگه بله، چی بشن. بله. معمولا این طرحهای کوتاه مدت نتایج بعدی به همراه داره. بذارید بعدی رو ببینیم. روزنامه شهروند که توجه مخصوص مسئله محیط زیست داره، عاشوراده رو که یه میبینید که چه وضعی اینجا اتفاق افتاده و دارید عکس مجید میهندوست رو میبینید که عکس خیلی خوبی هم است از عاشوراده. همزمان با این الهه موسوی نوشته بود که 100 هکتار درخت کمیاب گونه گیاهی از بین رفت به باهای یه سیخ کباب. بله. برای من جالب هستش که تو ایران هر جا میرفتی شما میتونستید منقل بذارید و آتیش درست کنید اینا، در حالی که ایران یه کشور گرم و خشک هست و به راحتی جنگل ممکن آتیش بگیره. توی انگلیس من ندیدم جایی شما بتونید، به خیلی جاهای مخصوصی هست، ویژه هست که اگه شما بتونید اونجا باربکیو بکنید یا بتونید آتیش خطر داره. معمولا جاهای تو ایران ممنوعه ولی توجه نمیشه. بله. بعدی رو ببینید. دیروز مثل خیلی از روزنامه‌های دنیا، مثل خود روزنامه‌های بریتانیا، مسئله اسکاتلند تیتر سیاست روز بود. من خب چند تا توضیح داره. اینکه اولش نوشته بود امروز اسکاتلندی‌ها برای رسیدن به استقلال از رژیم سلطنتی انگلیس. در حالی که خب واقعا این رفراندوم مال استقلال از رژیم سلطنتی نیست. مضافا به اینکه چون ملکه به هر حال بازم پادشاه اونها اونجا هست. بله. و اصلا دعوا سر این نیست. دیروز تحلیلگرای محلی میگفتن که
ایشون اونجا خیلی رأی داره بله. یعنی الان اصلا رئیس به همین جهت هم اظهار نظر نکرده رفته که بعدم رژیم سلطنتی انگلیس نیست بله. و من میفهمم که یک کسانی در ایران با بریتانیا و دولت بریتانیا و دانینگ استریت و کامرون بدن بله. ممکنه ما هم باش خوب نباشیم. به نظرم این پست این عکس که در واقع در به نظر میاد چون با تیتر میخونه روز اسکاتلندی در حمایت از در واقع جنبش استقلال طلبی اسکاتلند هست، ولی این عکس برای کمپین مخالفان بله، این استقلال هست. این مال پوستر طرفداران اتحاده بله. بله. یعنی اون رو هم نو رو دیده بله. فکر کرده نو به بریتانیا است، در حالی که معکوسشه این پوستر هم اشتباهه و این هم که در مورد مذاکرات نیویورک هست که به نظر میاد بله آخر هفته در این حال مهمترین موضوع هم همین بود که ماجرای نیویورک شروع شد که گفته میشد مهمترین و حساس ترین دور مذاکرات ایران با کشور پنج به سفیه. خیلی متشکرم آقای بهنود. اما در ادامه بحث برمیگردیم به جزئیات بیشتر این موارد. اما خبرنگارانی که برای پوشش بحران عراق به این کشور سفر میکنن نه تنها در معرض خطرات جنگی هستند که اگر به دست گروه موسوم به گروه دولت اسلام بیفتند خطر مرگ آنها را تهدید میکند. نفیس کوهنورد خبرنگار ما بیش از یک ماه برای پوشش بحران عراق در این کشور بود و همراه با پیشمرگه ها و همینطور نیروهای شبه نظامی شهر به شهر از درگیری ها و خشونت های منطقه گزارش داد. تا دقایق دیگه با نفیس خواهیم بود، به سوالات شما و تجربیات خودش خواهیم پرداخت. وقتی که ازتون خواستیم که در مورد گزارش‌های نفیس از عراق نظراتتون و پیام‌هاتون رو بفرستین، پیام‌های زیادی گرفتیم. مثلا سینا پرسیده، از نفیس پرسیده شما مستقیما شواهدی از اعزام نیروی نظامی ایران مشاهده کردید؟ چرا اینقدر درباره نقش شیعه ها و ایران گزارش تهیه کردین؟ سوسن نوشته آیا در موقعیت‌های قرار گرفتید که به شدت بترسید یا جایی که از خبرنگاری در چنین مناطقی پشیمون بشید؟ نرگس گفته دیدن این همه جنگ و خونریزی و وحشت چقدر روی روحیه و زندگی شخصیتون تأثیر داشته؟ زمانی که با بچه های کوچیک آواره روبرو می شدید چه فکر می کردید؟ و سعید پرسیده آیا فرستادن نفیس کوهنورد به دلخواه خودش بوده یا اجبار کاری؟ اگر به دلخواه خودش بوده دلیلش چی بوده برای این انتخاب؟ علی هم گفته نیروهای عراقی یا هر گروه درگیر در جنگ تحت چه شرایطی به خبرنگاران اجازه ورود به مناطق جنگی رو میدادن؟ آیا در مجموع برای خبرنگاران محدودیت هایی در زمینه های مختلف وضع می شد یا نه؟ نه، بذارید همه این سوال ها رو از خود نفیسه بپرسیم. نفیسه کوهنورد که الان به بیروت رفته. سلام نفیسه، راجع به همین سوال آخر اول به ما بگو، چطور شما رو به اون مناطق درگیری و جنگ راه میدادن اصلا؟ سلام فرنوز. به هر حال وظیفه ما از نگاه کسایی هم که اونجا داشتن میجنگیدن مشخص بود. ما اونجا بودیم که گزارش همین نبرد رو در جبهه‌های مختلف تهیه کنیم. البته دسترسی به همه جا ممکن نبود. به طور مثال مدت ها ما نمیتونستیم حتی به نزدیکی آمرلی بریم، برای اینکه هیچ کدوم از گروه ها، چه نیروهای پیشمرگ چه نیروهای شیعه مسلح مستقر در اونجا، حاضر نبودن خبرنگاران رو به اونجا راه بدن، و اون هم به خاطر امنیت جانی خود خبرنگارها بود و در کنارش وضعیت امنیتی خودشون، برای اینکه چندین بار اتفاق افتاده بود با حضور خبرنگارها. به هر حال اون جبهه ها یا سنگرها به نوعی نشون داده شده بود در تلویزیون و باعث شده بود که دشمن، یعنی نیروهای گروه دولت اسلامی، بتونن شناسایی بکنن بعضی از مناطق رو و اونها رو مورد حمله قرار بدن. همین چیزها باعث میشد که جلوی ما برای رفتن به خیلی از جاها گرفته بشه. اما به هر حال همه گروه ها حاضر بودن که همکاری بکنن و ما رو به نزدیکترین جای ممکن به صحنه نبرد و درگیری با خودشون ببرن. چند تا سوال پشت هم هست، بیشتر راجع به حس و حال خودت. مثلا یکی پرسیده که انقدر نترسیدی که اصلا پشیمون بشی که چرا رفتی؟ چرا رفتم؟ این تصمیم با خودم بود. من دلم میخواست که برم، برای اینکه معتقد بودم این یکی از بزرگترین اتفاقها در زندگی یک خبرنگار میتونه باشه. من کار در میدان رو بسیار دوست دارم. خیلی دلم میخواست که همیشه دلم خواسته که در میدان باشم، از نزدیک
مسائل رو دنبال بکنم، از نزدیک شرایط رو ببینم و اون حال و هوا رو، اون سختی رو لمس بکنم و بتونم اون رو هم به بیننده منتقل بکنم. این تصمیم کاملا با خودم بود و خیلی اصرار داشتم چی؟ که حتما این تجربه رو داشته بعدش باشم. بعدش چی نفیسه؟ با اون شرایطی که اونجا دیدی، وضعیت آواره ها، وضعیت بچه ها، زن ها، اینها روی زندگی شخصی چقدر تاثیر گذاشت؟ به هر حال چیزهای سختی هستن، روی احساس آدم تاثیر میذاره، ولی من حتی توی جاهای دیگه ای هم که شرایط سختی رو گزارش کردم، مثل زلزله‌ای که در وان بود در گذشته، یا حتی صحنه های دیگه ای هم که شاهدش بودم که غم انگیز بوده، اون لحظه که شما دارید گزارش میکنید تمام تمرکزتون به گزارشه، یعنی کمتر فکر میکنید. گرچه فشار میاد وقتی که چیزهای غمگین رو شما میشنوید، بالفرض از یک بچه وقتی باهاش دارین صحبت میکنید، بچه‌ای که همه خانوادهش رو از دست داده، آسون نیست شنیدن اینها، خیلی تأثیر گذاره. اما وقتی فکر میکنید که شما وظیفتونه که این رو به نوعی منتقل کنید که همه ببینن شرایط رو، اون خیلی کمک میکنه. ولی وقتی برمیگردید خونه، شما به هر حال یک انسانید و با احساسات خودتون درگیر میشید و حتی ممکنه لحظه هایی بشینید گریه هم بکنید به خاطر همه اون فشاری که تحمل کردید و شنیدید و داستانه غم انگیزی که از جلوی چشتون گذشته. علاوه بر اینها، نفس تو یه زن هستی، من فکر میکنم که خب قبل از این ما عکاسان زن ایرانی داشتیم در مناطق جنگی، اما فکر میکنم تو اولین خبرنگار تلویزیونی جنگی فارسی زبون هستی که زن بودی. آیا زن بودن در این شرایط بهت کمک کرد یا بیشتر دست و پاگیر بود و سخت‌تر میکرد کار رو؟ جاهایی بسیار دست و پاگیر بود، جاهایی خب کار رو راحت‌تر می‌کرد. مسئله اینه که وقتی شما یک زن هستید، همه کسایی که با شما در ارتباط هستن چند تا چیز رو در نظر می‌گیرن. یکی این که به هر حال شما فرق دارید و بیشتر فکر می‌کنن که باید بیشتر به شما توجه بشه و بیشتر مراقب شما باشن. شما ممکنه یک خطر اصلی باشید برای اینکه اون گروه رو، حتی بتونید یک هدف باشید در گروهی که دارید به سمت جبهه میرید، برای اینکه خب به هر حال زن بودن آسون نیست در جایی که زنها فروخته میشن. من بارها حتی نامه هایی گرفتم که مراقب این باشم که از طرف نیروهای گروه دولت اسلامی دستگیر نشم و فروخته نشم. و به نوعی حتی در بیرون از جبهه هم خیلی تصور میکنم وقتی شما زن هستی شروع میکنم به کنجکاوی در زندگی شخصی شما، اینکه چطور اجازه پیدا کردید که به اون نزدیکی برید، آیا برای زن هیچ مشکلی نیست. ولی من اینطور نگاه میکنم که وقتی شما کارتون رو دوست دارید فرقی نمیکنه زن باشید یا مرد، همه اینا رو میذارید کنار و جلو میرید. نفیسه، یک سوال دیگه هم در مورد گزارش های تو بود، در مورد اینکه چرا در مورد حضور ایران و گروه های شیعه گزارش زیاد تهیه کردی؟ گفتن آیا به شواهدی از نزدیک برخوردی در این زمینه؟ البته ما فقط یک گزارش در این مورد تهیه کردیم، ولی ظاهرا نشون میده که بیننده های ما خیلی بیشتر توجهشون به این گزارش که آخرین گزارش من بود که زمانی که عراق بودم فرستادم جلب شده. به هر حال این بخشی از موضوع بود و همه گروه های خبری در اونجا دنبال اون بودن که بتونن شواهدی رو پیدا کنن از حضور یا نقش ایران به عنوان کشوری که نفوذ شدیدی داره در عراق. و ما بارها از گروه ها منابع مختلف شنیده بودیم که ایران به نوعی نقش داره در مبارزه با نیروهای گروه دولت اسلامی و تجهیز گروه های مختلف از پیشمرگان کرد گرفته تا نیروهای شیعه. و به هر حال به نظر من یکی از مسائل بود که باید بهش پرداخته می شد و من هم سعی کردم هم از نگاه پیشمرگان که به زودی منتشر خواهد شد و هم از نظر نیروهای شیعه این موضوع رو پیگیری بکنم و ببینم که چقدر ایران نقش داشته. بله، شواهدی رو هم دیدیم و در مصاحبه هایی که داشتم با فرماندهان مختلف شیعه در اطراف آمرلی، این رو به وضوح میگن که ایران هم خودش حضور داره هم کمک میکنه. متشکرم. نفیسه کوهنورد، خبرنگار بی بی سی فارسی در خاورمیانه. خب
آقای بنو توی کارتونام فکر میکنم اشاره به داعش و دولت اسلامی هست. بله که قوی است. نگاه دو تا مسئله در هفته گذشته قوی بود تو کارتونایی که آب بود و کم داعش. داعش می‌بینید ساسان خادم کاریکاتوریست جوانی که تازه میدان آمده است داره حضور داعشی ها رو در شبکه اجتماعی موضوع قرار داده. اف فیسبوک به اضافه داعش که این پایین. بله. خیلی در واقع بحثی که میشه این که این گروه خیلی گروه پیشرفته ای هست به لحاظ تکنولوژی و استفاده از فضای جوانه که از اروپا رفتن این چیزا رو بلدن. دقیقاً. بذارید بعدی رو ببینیم ولی بعدی راجبه بازم راجبه داعش هست. بله. بله حسن کریم زاده در حقیقت داعش رو میگه. داعش رو یه جزئی از کل پیکره منطقه جهان میدونه در حقیقت. بله. بله. یعنی یه بخشی از خود ماست داره به ما حمله میکنه. بله. بعدی رو ببینیم این یکی کیوان زرگری راجب آبه. آبه در حقیقت داره میگه که یه جوری به نظر میرسه که ضد این چیزهاییست که منعیات و محدودیتاییست که برای آب درست شده. چون اینو با زره کشیده اونم بسته یک قفلمون بالا زده و به هر حال مثل اینکه خیلی زرگری راضی نیست از این محدودیتی که برای آب وضع شده. بله که ظاهرا کاری هم نمی‌شده. عکسشون میداد کاملا سد و خالی شده. بله. یک صحبتی کرده بود وزیر اقتصاد درباره موجودی طلای بانک‌ها و موجودیایی که تو خونه هست و این افزایش اصولا اینطوریه. همیشه وقتی اسکناس تو بانک نیست، یعنی در حقیقت تو جیب و تو خونه هاست، یه نگرانی پولی به وجود میاره و همینطور طلا. وقتی موجودی طلا مملکت که دست اونا هست نشون میده که مقدار زیاده طلا رفته تو خونه ها و این برمه هست. حالا وزیر اقتصاد نشون داده که اومده دم خونه درزده گفتم علنگاتو بده کن. بریم سراغ برگزیده ها از روزنامه ها. این عکسی که میبینین عکسیست از نیوشا توکلیان، عکاس ژورنالیست خوب که توی مجموعه درست کرده بود که این مجموعه درباره جوانان بود، جوانان ایران به خصوص. این مجموعه رفتش و برنده جایزه خیلی گرون 50,000 یورویی شد و قرار بود کتاب خیلی بزرگی هم چاپ بکنن، اسمش اونم بذارن نسل سوخته. بله. نیوشا به عنوان اعتراض به این که دارن با کارش این کارو میکنن جایزه رو پس داد. بله. و به نظرم کار خیلی مهم میکرد. این دیدم که بعضی از روزنامه هم واکنششون دادن، از جمله در اعتماد مطلبی نوشته بود ابراهیم عمران و اونجا نوشته بود، تجریح کرده بود، درست نوشته بود که وقتی که این کار میکنه یعنی اینکه یک هنرمندی حق داره تعیین کنه که کارش قراره در چه کانتکستی بیاد و بی خود نظرها رو به اصطلاح باستاب جهانی هم داشتم، نیویورک تایمز هم راجبش نوشته بود. به نظر میاد که اتفاق بسیار مهمی است با توجه به اینکه معمولا خب بسیاری از عکاسان و هنرمندانی که از داخل ایران کار به بیرون میفروشن به نوعی اونقدر دستشون باز نیست که بخوان حرف خودشونو به کرسی بشونن، ولی نیوشا برای اولین بار حداقل در تاریخی که من یادم میاد اومد و گفت نه کارو من تصمیم میگیرم اسمش چی باشه، من تصمیم میگیرم که توضیح و کپشن عکس چی باشه و به نظرم کار جدی و مهمی است. بذارید حالا بریم سراغ صفحات که بریم ببینید یه گزارشی است راجع به غزالی که به کمند میفته، عنوان است که بچه‌ها دادن به ماجرای شکار. من. شکار که در تاریخ ایران و در ادبیات ایران گاهی جریان مثبتی است، تقریبا میشه گفت در جاهایی از دنیا هم نیستش که منفی بود باشه. من. مگر اینکه مثلا یه جایی تو افریقا هست میگیم نسل کرگدن داره از بمیره، نسل فیل داره بمیره از این. تو ایران فاجعه است. تو همین کنار اونور مژگان جمشیدی نوشته وضعیت حیات وحش ایران بحرانی است و این هشداری است از 600 تا دشت کشور 400 تاش به دلیل اینکه برداشت بی رویه آب شده از بین رفته. بذارید بعدی رو ببینیم. شرق. ببینید شرق این گزارشی است که فاطمه جمالپور درست کرده، به نظرم گزارش خیلی خوب راجع به آشغال‌های دوست داشتنی. در اولش نوشته 300,000 تن پسمانده خشک در روز در این مکان بازیافت میشه، رفته به محلی که در این کار میشه. زمین 15 هکتاری اوقافی در جنوب غرب تهران در یافت‌آباد، 240 تا کارگاه و غرفه و اینا هم هست، اینا همه دور و برش هم و غیر مجازن، اینا دارن تفکیک میکنن زباله ها رو. به این دلیله که بهش میگه آشغال های دوست داشتنی، به خاطر که زباله ها الان قیمت پیدا کردن. بله. و اون دعوایی که چندی پیش شد که یکی از کارگرای شهرداری کشته شد سر این بود که اون آدما اومدن غیر مجاز داشتن زباله جمع میکردن و مامورین شهرداری میخواستن نذارن یا پیمانکارای شهرداری. به هر حال
بحث درباره اینه، بورس زباله. بورس زباله در تقی آباد گزارش خیلی میدانی جالبی است و خوبه که آدم این عباد چه بدونه وقتی که شهر مثلا الگوی مصرفش عوض میشه، زبالش هم عوض میشه، بعضی این اتفاقات توش میفته. بریم سراغ مجلات، صداش هم زیاد این هفته. سخن ما که خب پیداست از هم از صاحب امتیازش آقای جعفری و هم از معاونش محمد جواد رو و بقیه معلومه خب جهتشون کدوم بره، ولی به هر کدوم از مسائلی که دست زدند من. اون مسائل رو تا تهش رفتن و به نظرم خیلی از این بابت جا داره که غیر از مسائل روز، مثلا فرض کنید یه فصلی درست کردن راجع به داعش، ظهور داعش و این پرسشایی که به وجود اومده، برای این کار رفتن یه مصاحبه کردن با آقای زبیدی که قبلا وزیر کشور عراق بود، بله، مصاحبه اختصاصی کرده، یه مصاحبه کرده است با عادل عبدالمهدی که قبلا معاون صاحب سمت بوده، یه بحثی مطرح کرده، یه میزگردی بوده راجع به وضعیت افغان‌های مهاجر در ایران. توش سارا شریعتی، دختر کوچیکی که دکتر شریعتی، یه مطلب نوشته راجع به این افغان‌ها، یک ملت کسانی هستند که دارای رنج مشترک هستند. این حرف معروف دکتر علی شریعتی است. اینو نقل کرده از قول پدرش و بعد اشاره می‌کنه به سال‌های طولانی که خودشون، یعنی بچه‌های دکتر شریعتی در فرانسه زندگی می‌کردن، میگه اونجا چه اتفاقایی می‌افتاد از این نگاه و اسمش گذاشته بودن نجات پرستی نو. چون وقتی درگیری میشد یا اعتصاب میشد یا هر چی که میشد، یا مثلا یه وزیری میومد اونجا میگفتش که نه نه اینا کارگرای بیگانن و اینا مسلمانن، یهو اینطوری خشونت پیدا شد. مطلب خیلی خوبی خانم فاطمه صادقی نوشته درباره این قضیه زنها و موضوع تجاوز، به خصوص که فیلمی همین اواخر ساخته شده و اینا، به موضوع تجاوز، وقتی که به موضوع وقتی تجاوز پیش میکشه بعد اون شخصیت اونوری هم افغانی میبینیم الان تو ایران، این رو خیلی خوب عرضی میکنه، میگه تا حالا اولا این مسئله رو منزه کافی باز نکردیم، بعد تا حالا باز نکردیم مواقعی که به خود زنهای افغانی تجاوز میشه. فکر میکنم این اشارهش به قضیه اون روستاهای اطراف قزوین هست که به بهانه تجاوز به یک دختری ریختن روستا رو به هم ریختن. وقت زیادی برای موندن رو سخن ما نداریم، بریم سراغ مجله بعدی. اندیشه پویا رو همراهتون هستن. اندیشه پویا منتشر شده، رو جلدش میبینید که خانم بهوانی است و یه فصلی به خانم بهوانی، شعری هم که به زبان فرانسه گفته بود رویایی، اون شعر هم حالا ترجمه شده، جودکی ترجمه کرده گذاشته، خیلی شیرین است. اما بذارید از یک بخشی بگم، بخشی به عنوان روشنگری که آقای فولادمند در اولش یک به اصطلاح مقدمه‌ای نوشته است راجع به اینکه در تاریخ تمدن غرب روشنگری غالبا مبارزه معرفی میشه به طرفداری از عقل و آزادی در مقابل ایمان جزمی و توصیف میکنه که اینطوری نیست و این سخن، یعنی این بخش شاید بشه گفتش که تفکر برانگیزترین بخش مجله است. مجله یک فصلی هم درست کرده است، یه پژوهش کرده حمید شوکت، نوشته شده به بهانه 75 سالگی جنگ جهانی دوم. ببینید این گزارش جالبی است که بر اساس پژوهش آقای شوکت نوشته شده. شوکت نوشته گزارش خیلی کارکرده خوبی است که اشاره اصلیش راجع به رادیو برلین هست که در زمان جنگ توی ایران بود و موضوع مهم آقای بهرام شاهرخ که گوینده رادیو برلین بود، اولین رادیو خارجی که صداش به ایران رسید و اولین صدای فارسی زبانی که به گوش ایرانیان رسید با همون 100 تا رادیویی که بود و گزارشانشون میده که چقدر شهر رو به هم ریخت، با وجودی که 100 تا گیرنده بیشتر در شهر نبود، از اونجا میگه و از اینکه چطور شد که بخشی از روشنفکرای ایران رایش محبوبشون بود. آقای بهنود، میدونم کیمیاگری هم همراهتونه ولی وقت زیاد نداریم، میخواین یه اشاره کوتاهش بکنیم بریم سراغ مجله، بریم سراغ نکته آخر. باشه، کیمیاگری فقط شماره خیلی مهمی داده، شمارهش همیشه مهمه ولی این شماره موضوع این آلودگی بنزین رو، یعنی بنزین سیاست زده و ریار گرفته، موضوع خیلی حساسی است. اولین باری است دارم میبینم یک گزارش جامعه اطرافی داره تهیه میشه که سیاسی نیست. یعنی این حرف که در اون زمان چون آلودگی بود دولت احمدی‌نژاد اومد آلوده کرد و این بحث سیاسی شده غیر تکنولوژیک، برای اولین بار است که میبینم اینجا باز شده، خونسرد شده، غیر سیاسی شده و یه طوری شده که ما با خوندن این مجموعه که با آدم‌های مختلف هم توش صحبت کردم، طرفدار محیط زیست هم نفتی‌ها. اما نکته آخر، نظر به توجه عمیقی که شما والیبال پیدا کردید در هفته ها ماه های اخیر، تصویری رو که می‌بینید تصویری است که
بله من کار علیرضا پاک دلیه. توضیح بدم من که ممکنه بعضی یعنی بعضی متوجه نشن چرا من علاقمند شدم به قضیه والیبال. والیبال ایران برای اولین بار در جام جهانی تونسته از گروه بیاد بالا، یعنی اصلا تا به حال فقط در حد، یعنی بهترین عملکرد ایران در سال 2010 یه برد مقابل ژاپن بود، از ایتالیا باخت و خارج شد. 5 دوره شرکت کرده، این دوره در جمع 6 تیم برتر جهان قرار گرفته. به نظر من این یک اتفاق تاریخی است. کاش این شکست پیروز هم اتفاق نمی‌افتاد. حتی با وجود این شکست هم خیلی واقعا کار بی‌نظیری کردن این بچه‌ها. قابل توجه تایید کننده برنامه که ولی اتفاقا نکته‌ای که من می‌خواستم بگم، شهرام سعیدی در وسط هفته یهو در این ستون خودش توی ستون خودش نبود تو شهروند بود، نوشتش که من چه حرف سیاسی زدم دیدم کسی نمیاد ما رو ببنده، بنابراین فکر کردم حالا دیگه حرف ورزشی بزنم. بنابراین رفته حرفش اینه، تعریف علمی سرویس، میگه اصلا سرویس چیه؟ میگه سرویس اون کاریه که دولت با ملت میکنه و بعد از اون زیر خم مشابه وضعیت لنگ در هواست معمولا اینطوری. بعد همینطور میره، بعد این والیبال به اضافه کشتی رو با هم دیگه قاطی کرده و میگه که درست همزمان این که برای اولین بار قهرمان کشتی فرنگی جهان شدیم، تیم والیبال هم خیلی درخشیده، ولی سوال من اینه که دریغ از یک جشن خیابانی محدود و اصلا دریغ از یک بوق ناقابل. داره حرف شما رو میزنه، میگه چرا در مورد والیبال کاری که با فوتبال و کشتی میکنین نمیکنین؟ نمیاد در اینجا با شما هم عقیده است، ولی به هر حال بعد که اصطلاحات از اصطلاحات والیبال دور میشه به کشتی میرسه، میگه فیتیل پیچ فن نیست که در آن عضو تحت سرویس جامعه رو تابوندن به نحوی که همانند فیتیل پیچ خورده و آماده و اشتعاله. ضربه فنی هم پایان کشتی است، برد مطلق، وضعیت کارگر ایرانی در اواسط ماه. خیلی متشکرم آقای بهنود و ممنونم از شما که با ما در این برنامه دیدبان همراه بودید. نظراتتون رو برای ما حتما بفرستید. میتونید به بی بی سی دیدبان توییت کنید، همینطور میتونید به آدرس didban@bbc.co.uk برای ما ایمیل بزنید. از طرف خودم و آقای بهنود هفته خوبی براتون آرزو میکنم. شب و روز بر شما خوش.